آمار جانگداز قربانیان کرونا در 410 شهر کشور از 97900 نفر بیشتر است. زالی پیش بینی می کنیم پیک جدید کرونا را زودتر از پاییز تجربه کنیم. با بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی و افزایش بار ترافیک تهران امکان تسریع انتقال ویروس کرونا وجود دارد. رئیس بیمارستان خمینی تهران در این نوبت بدحالی بیماران ما بیشتر بود و ما شاهد بودیم که میزان مرگ و میر هم بیشتر بوده است. دانشگاه علوم پزشکی قوم هفت بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته جان باختند. 350 بیمار بستری هستند که حال 68 نفر وخیم است. مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی فقدان امکانات اولیه حفاظت تشخیص دیرهنگام یا کتمان انتقال کرونا به کشور باعث بالاتر بودن شمار تلفات جامعه پزشکی نسبت به متوسط جهانی است. کرونا تا کنون سرپوشی بر مطالبات جامعه بوده ولی این وضعیت ادامه نخواهد داشت. وضعیت مانند آتش زیر خاکستر است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز سهشنبه 11 همه شهری برای 1399 اعلام کرد آمار جانگدازه جانباختگان کرونا در 410 شهر ایران از 97900 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 2862 نفر، در آذربایجان غربی به 2664 نفر، در اصفهان به 4400 نفر،

به 4057 نفر در لورستان به 4276 نفر در مازندران به 4756 نفر در مرکزی به 1273 نفر و در همدان به 2522 نفر رسیده است. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت پیش بینی می کنیم پیک جدید کرونا را زودتر از پاییز تجربه کنیم. با بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی و افزایش بار ترافیکی در شهر تهران امکان تسریع انتقال ویروس کرونا در خانواده ها وجود دارد وی با بیان مراجعه 2500 نفر به مراکز درمانی گفت در شبانه روز گذشته 24 درصد از این افراد در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند رئیس بیمارستان خمینی تهران گفت در این نوبت بدحالی بیماران بیشتر بود جوانها بیشتر از سری قبل و پیک قبلی مبتلا شدند که یک مقداری نگرانی را در این دوره بیشتر کرد و میزان مرگ و میر هم بیشتر بوده در البرز سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گفت مجموع جانباختگان این بیماری در استان به 947 نفر رسید تعداد بیماران به سری شده بدحال در 24 ساعت گذشته نیز به 114 نفر رسید در قوم رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به فوت هفت بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته گفت همکنون 35 بیمار کرونایی در قوم بستری هستند که حال 68 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. در یز سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گفت همکنون 193 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استانی است بستری هستند که از این تعداد 61 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری خدمات دریافت می کنند. مصطفی موین رئیس شورای عالی نظام پزشکی و وزیر سابق علوم گفت یکی از دلایلی که تلفات جامعه پزشکی بیشتر از میانگین جهانی است فقدان امکانات اولیه ی حفاظت از این متولیان و مدافعان سلامت بود که نشان دهنده نداشتن یک برنامه جامع ملی و اولویت گذاری در توزیع منابع و تجهیزات ایمنی در رویارویی با حوادث، سوانح و همه‌گیری‌های ویروسی و میکروبی است. تشخیص دیرهنگام یا کتمان انتقال آلودگی ویروسی کرونا به کشور بر ملاحظات مختلف از دیگر ضعف هایی است که شایان یادآوری و حائز اهمیت است. به با انتقاد از سیاست های روحانی افزود، بحران فراگیر کرونا تا کنون سرپوشی بر مطالبات جامعه بوده است، ولی این وضعیت در میان مدت و تا مدت طولانی ادامه نخواهد داشت. مخاطرات دوران پسا نه فقط در بخش بهداشت و درمان بلکه در سایر بخش های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را نشان خواهد داد. این وضعیت مانند آتش زیر خاکستری است که هوشیاری بیشتر مسئولان و دلسوزان برای پیشگیری از حوادث و رویدادهای پرمخاطره در آینده را می طلبد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران